سلام علا من تبل هدا با رفقای قدر قدرت مجموعه نبوالعظیم تشریف آوردیم شبکه ی کلم فروکلی در خدمتمون هستن آقای خدمتی بسم الله الحمدلله و سلام خدمت شما جنبست. آقای خدمتی یه سوالی از خدمتتون داشتم اگه یه نفری بره تو کوچه ها راه بره بعد یه صدای از یه خونه بشنوه بعد از دیوار خونه مردم بره بالا بعد بره تو خونه مردم بعد تجسس کنه ببینه چی کار میکردن این چه حکمی داره؟ خوبه یا بده؟ حلاله یا حرام؟ تجسس حرامه آشه. ببینید من چه کار دارم به خانواده بغلدسی یا همسایی فلانی مرتبی آقا این تو خونهش نماز میخونه؟ تو خونش انسان خوبیه؟ نکنه که مواد مخدر استفاده میکنه؟ نکنه شراب میخونه؟ به من چه؟ من که محاسب نیستم آها. پس تجسس حرام و کار خیلی زشتیه که ما تو خونه مردم فوزیلی کن خدایی نکرده پس من نظر شما رو بپرسم در مورد یه واقعه تاریخی که امام سیوتی شما در کتاب تفسیر دورل منصورش این گونه نقل میکنه که عمر ابن خطاب شبها تو کچه های مدینه پرسه میزد تا اینکه صدا یا آواز و بزن و برخصی از خونه یه شخصی شنید از دیوار خونه بالا رفت تو خونه وارد شد دید یه مرد و زنی نشستند بینشون شراب گذاشته شده و عصبانی شد فریاد زد به صاحب خونه گفت یا ادو والله از انت ان الله یستو رو که و انت علا آیا فکر کردی خدا برات پنهان میکنه تو هم گناه میکنی ها؟ من دیدم بگم تحقیر کردن دیگران حرام است مرد صاحب خونه نگاه کرد به عمر و گفت ای خلیفه عجله نکن اگه من یه گناه کردم تو سه تا گناه کردی عمر که جا خورده بود گفت چرا گفت خداوند متعال در قرآن میفرماید ولا تجسسو و انت تجسست خدا میگه تو زندگی مردم سرک نکشین دخالت و فضولی نکنین تو تجسس کردی تو زندگی من حرامه اون تو قرآن فرمان و اطول بایوتا من ها از در خونه برین تو تو رفتی از دیوار خونه من بالا اومدی وسط خونه باز خداوند میفرمان لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تسن سو و تسلمو علا اهل تو خونه های مردم وارد نشین مگر اینکه قبلش باشون اونس گرفته باشین سلام به اهلش بکنین تو همینطوری بدون اجازه من سر تو انداختی پایین اومدی تو خونه من بالا سر من طلبکار میگی من دیدم سلبی میگه صاحب خونه ابو مهجن سقفی بوده و چی جالبه این که این بابا در حالت مستی سه تا آیه صحیح و درست از قرآن میاره خلیفه رو شرمنده میکنه و وادار میکنه از خونه سرش بندازه پایین و بره بیرون آی خدمتی پیشنهادم به شما اینه شما ایشونو خلیفه و الگوی خودتون میدونید به نظر من شما با این سطح سوادتون با این حال از خلیفتون بیشتر بلدی که تجسس حرام نباید از این کارو کرد بی خیال این بابا بشو تصمیم تو عوض کن اینو پس کنار من یه رو برات سراغ دارم خیلی کار درسته خیلی خوبه خلیفه رسول الله حجت خدا روی زمین امیر المومنین یعنی علی ابن عبی طالب یعنی ضد تکبر ضد خودخواهی ضد غرور چرا؟ چون چند زل متقی هندی خودتون. اینطور نقل میکنه که یکی از اصحاب اومد سراغ پیغمبر فریاد زد یا رسول الله یه زن و مردی و مشغول گناه دیدم یکی رو بفرست اینا رو رسواشون کنن حد خدا رو برشون جاری کن همین که آقا رسول الله میخواستن یه نفر رو بفرستن واسه تحقیق و تفحص این جریان یه سری اصحاب اومدن و گفتن یا رسول الله ما بریم ما بریم آقا رسول الله همه رو پس دادن گفتن بگین علی بیاد امیر اومدن گفتن علی جان شما برو تحقیق کن میگن همین که امیر همین نزدیک اون محل شدن چشمای مبارکشون رو بستن و فریاد زدن میگویند کسانی اینجا مشغول گناه کردن هستند میگویند کسانی مشغول گناه کردن هستند و پس از فاصله گرفتن چشماشون رو باز کردن خدمت آ رسول الله رسیدن پیغمبر سوال کردن علی جان این اتفاق صحت داشت یا نه امیر آمین فرمودن آجان من فقط دو نفر رو مشغول فرار کردن دیدم ولا غیر میان پیغمبر لبخندی زدن و فرمودن یا علی انت فتا هازه الامه این امت یه شیر مرد داره یه جوان مرد داره اونم تویی